در قسمت از برنامه ما هم مهمان هستم، آقای سید ماین ما سحل در استودیو با ما هستند و همچنان در رابطه با یک موضوع خیلی خوب و خانوادگی میخوایم صحبت کنیم چون خانواده یک چیز بسیار مهم یک اجتماعی خیلی مهم است یک جامعه خیلی کوچک مهم است که میشه گفت تمام می افراد که در جامعه وارد میشن و یا هم در جامعه در پستای خیلی بلند میباشن کار خیلی خارق العاده انجام میدن کسایی هستن که از یک خانواده وارد از اجتماع شدن پس چگونه میتونیم ما با مشکلات و یا هم مواردی که در خانواده است، البته مقابله کنیم و موضوعاتی که خیلی مهم است اور جدی بگیریم که بدون شک اقتصاد در خانواده قلب خانواده می باشه پس ما چگونه میتونیم کارها و همچون راهکارهایی را پیشه بگیریم تا تایی که از قلب خانواده و صورت خیلی خوبش محافظت کنیم تا اینکه خدشدار نشم همچون ما دوچار مشکلات اقتصادی نشیم پس بس امروزی ما در رابطه با مدیریت اقتصاد در خانواده است خیلی خوش آمدین نیمه روستان بخیر سلام خدمت شما و سلام همچنان خدمت بیننده های خوبی تلویزیون آریانا انشالله که هر جایی که هستن جور سهد باشن و روزه تا ایندم به خوبی و خوشی سپری کرده آها سلامت باشین. خوب میشه که در آغاز یک تعریف داشته باشین از اقتصاد و بعدش مدیریت و بعدش سوالاتی که در ذهن ما میشه از شما میپرسم. مهربان. خب در مدیریت اقتصاد خانواده قسم که شما اشاره کردین سه متغیری اساسی وجود داره که هر میشه باید به صورت جداگانه یک تعریف ازش داشته باشیم باری. تا که موضوع برای بیننده های روشن شوه. اقتصاد را اگر در یک تعریفی بسیار خلص و واضح تعریف بکنیم قسم که دانشمندا از جمله ارسطو هم تعریف کردن اقتصاد را علم خانداری یا علم تدبیری منزل تعریف واقع. کردن به خاطر که تمام مسائل اقتصادی که در خانواده صورت میگیره، این ما در علم اقتصاد میتونیم بیان بکنیم یا علمی که به ما میآموزانه که چگونه از منابی محدودی که در خانواده داریم و بهترین بهترین استفاده را بکنیم و به بهترین نتیجه برسیم و بهترین بهره برداری را ازش بکنیم و اقتصاد خانواده هممون در واقع ایجاد تعادل میانی البته مدیریت اقتصاد خانواده ایجاد تعادل میانی منابی محدودی که در خانواده هست و خواسته ها و نیازهای نامحدودی که است چون منابع همیشه در خانواده محدود هستند کم است منابع منابعی که ما در اختیار داریم و خواسته های انسان همیشه زیاد است هر چی ما بزرگتر شده میریم و هر چی روز گذشته بزرگتر. میره نیازهای ما زیاد شده میره خواسته های ما نامحدود و زیاد شده میره پس زمانی که ما بینی از این یک تعادل برقرار کردیم در واقع یک مدیریت اقتصادی را در خانواده خود انجام دادیم آخوا. و حالا می در رابطه با این اگر صحبت داشته باشیم که پس از کدام راهکارها ما استفاده کنیم تا اینکه یک اقتصاد خیلی خوبتر در خانواده داشته باشیم قسمی که شما در هایتون یادآور شدین بعض از خانواده هایی هستن که درآمدشون خیلی کم است و یا هم درآمدشون باید به با صورت خیلی درستش تقسیم بدی و یا هم برنامه‌ریزی به صورت بگیره تا اینکه بتونن خانواده را مدیریت درست کنن و بیشتر راهکارهایش از شما میشنویم چون امیم حقوق بعض از خانواده یکسان نمی, یک نمی باشه و درآمد ماهانیشون یکسان نمی حالا بین در رابطه به صحبت داشته باشین که با این درآمد هایی که در خانه هست چگونه برنامه‌ریزی صورت بگیره تا که به وجه حسنش از او استفاده شوه و خانواده دچار مشکل اقتصادی نشه خب البته در بحث اقتصاد و اقتصاد خانواده دو موضوع ایجا در نظر گرفته میشه یکی موضوع درآمد است یکی موضوع هزینه یا مصرف است وقتی ما از اقتصاد گم میزنیم دقیقا نمی دو موضوع رو در بر میگیره و وقتی ما میایم از مدیریت اقتصاد در خانواده صحبت میکنیم باید هم مدیریت درآمد ما در نظر بگیریم هم مدیریت مصرف در نظر بگیریم یعنی هر دو جنبه را ما باید مدیریت بکنیم یعنی به نظر شما قسم نباشه که مثلا درآمد ما نظر به مصرف ما کمتر باشه مصرف ما زیادتر باشه بله دقیقا این موضوع یکی از چالش های اساسی که در خانواده از اقتصادی وجود داره همین موضوع است که خواسته های ما زیاد است مصارف ما زیاد است حتی مجبور میشیم دست به قرض گرفتن بزنیم ولی درآمد ما کم است و یک مدیریت صحیح کردن نمیتونیم در آینده به بحران مواجه میشیم به مشکلات اقتصادی دچار میشیم در بحث درآمد اول میخوایم از درآمد صحبت بکنیم از اینکه چگونه مدیریت بکنیم بعدش میایم روی مصرف در بحث درآمد ما سه اصل داریم که اینا رو باید در نظر بگیریم البته خانواده با چند سطح تقسیم میشن یک خانواده هایی هستن که خیلی فقیر هستن و بالاخره با یک نوعی اینا میتونن یک کمی امرار معاش بکنن و نفقه خود پیدا بکنن سر به سطح پایین و خانواده هایی هستن که در سطح متوسط قرار دارن اینا اینا هم به شکلی که نیازهایشان است میتونن امرار معاش بکنن نفقه خود پیدا بکنن و خانواده هستند که در سطح بالا هستند اینا خانواده هایی که در سطح بالا هستند ممکن سوادشان بالا باشه تحصیلاتشان بالا باشه اینا وظیفه داشته باشن کاروبار داشته باشن و اینا یک درآمدشان تقریبا بالا باشه بله. اینا درآمدی بالا در خانواده نشانه هندی از این نیست که خانواده مشکل اقتصادی نداره بلکه در هر چی درآمد زیاد باشه به با همون اندازه مصرف زیاد است به همان اندازه خواسته ها زیاد است و اگر خانواده های ضعیف خو... در نظر بگیریم یا فقیر در نظر بگیریم اینا هم دقیقا به همون اندازه‌ای که درآمد دارن به اون اندازه خواست دارن پس هر کدامشان در همون سطحی که قرار دارن باید یک مدیریت خاصی از اقتصاد خود بکنن یعنی سه اصلی که باید در نظر بگیرن چه خانواده های فقیر چه خانواده هایی که متوسط و که سطح اقتصادیشان بلند است یا درآمدشان زیاد است یکی اصل تعادل باید در نظر بگیرن همیشه زمانی ما میتونیم به موفقیت اقتصادی در خانواده دست پیدا بکنیم که مصارف ما به یعنی واضیتر بگوییم به قول عام خرج ما به اندازه دخل ما باشه اما قدری که ما درآمد داریم قسمی مدیریت بکنیم که تا آخر ما ما کمبود نکنیم یعنی او را یک چیزی پسندازم بکنیم چون اگر اصل اقتصادی مسئله پسنداز است که به آهنده با آینده ما به درد بخوره یکی اصل تخصیص بودجه است در خانواده خب طبعا که تمام اعضای خانواده نقش خود در مسئله اقتصادی خانواده دارن بر که در تمام مسائل دارن خانم و شوهر میتونن با مشوره همدیگر اما مقداری پولی را که درآمد دارن این تخصیص بتن طبقه بندی بکنن تقسیم آها. بکنن و به هر نیازهایشان ف... که اینا طبقه بندی بکنن به هم اختصاص بدن حالا میشه بیشتر در رابطه با می برنامه ریزی و همچنان طبقه بندی شما صحبت داشته باشین چون بعض از خانواده هستن زمانی که یعنی درآمدشون هم خیلی زیاد است و همیشه و فکر میکنن که یعنی زندگی چند روز است باید همین درآمدی که از باید به با مصرف برسه اما چند روز که سفری میشن باز اقتصاد خانوادهشون کم دچار مشکل میشه و با شما کوشش میکنن که قرض کنن و از بعض و پول بگیرن تا مو که مشکلات اقتصادیشون از بین ببرن پس اینو چگونه میتونن مثلا همین تقسیم بندی ها را رعایت را کنن از بزرگترهای خانواده شروع تا کوچکترهای خانواده و همچنان نیازمندی های اونا را چگونه مد نظر بگیرن و پس انداز که یک موضوع خیلی مهم است مثلا چقدر از بودجه خودن اینا میتونن به مو پس انداز اختصاص بدن از نظر شخصی شما چون شما هم یک جوان هستین و به عنوان یک جوان خانواده میشه نظر تنهای راید. درست است خب البته شما از نیازها و خواسته ها اشاره کردین خواسته ها نامحدود از قسمی که قبلا اشاره کردم تمام خانواده ها را ببینین همیشون میخوان بهترین زندگی را داشته باشن بهترین خانه داشته باشن بهترین موتر داشته باشن از هر نوع امکانات اینا برخوردار باشن این خواسته هر خانواده و هر فرد است پس اینا نمیتونن که تمامش برآورده بسازن اینا بیان نیازهای خود اولویت بندی بکنن یک لیست را از نیازهایشان اینا بنویسن حتی خوب است که به صورت کتبی را نوشته کنن واکه. و تمام نیازهایشان که در واقع مهم است برشان ارزش داره از لحاظ اهمیتشان باید اینا در نظر بگیرن اون نیازهایشان اول بیان برآورده بسازن دخل خدا یا امو درآمد خدا یا همو پولی را که اینا در اختیار دارن اختصاص بدن به همو نیازهای اساسیشان اینا مثلا نیاز به خانواده اولویت داره نسبت به نیاز به موتر یا نیاز به مثلا غذا اولویت داره نسبت به مثلا کالای نو یا چکر رفتن یا تفری رفتن این مسائل ها. اینا نیازهای خود اولویت بندی بکنن و دیگه ای که مسئله پسندازی را که گفتین پسنداز قسمی که قبلا من خانواده را تقسیم کردم هر خانواده نظر به سطح درآمدش میتونه یک قسمتی از درآمد خود پسنداز بکنه به اینا, اینا مثلا وقتی به با بازار میرن یک چیزی را میخرن بعضی وقتا ما شده که به با بازار رفتیم بعضی مسائلی را که ضرورت داریم میخوایم بخریم اما در کنار از بعضی مسائلی که اصلا نیازی به اونا نداریم ما میشیم در بازار وقتی اونا را میخریم در حالی که شاید ما نیاز به اون نداشته باشیم پس خوب است که ما اول اوجا که میریم یک چیزی که ما را خوش ما میاد یکی از راهکارش شمی است که ما بگیم کم پسانتر می خریم یعنی کنار بونیم اون که خیلی نیاز داریم او خریدیم اول داری چیزای مورد نیازی خود بخریم اگر چیزی که خوش ما اول خود عادت بتیم که او چیزا رو نخریم بعدش اگر عادت هم کرده نتونستیم اوجا بگیم که یک چند قبات میخریم ولی داخل شاید ممکن ما علاقه ای ما کم شود یا میتونیم در خانه ای تصمیم بگیریم اگر مشکل ما جدی باشه میتونیم در خانه ای تصمیم بگیریم که اما قدر پولی را که ما ضرورت داریم با خاطر خریدن امو اشیاء یا لوازمی که مورد نیازی ما هست اما قدر پول ما با بازار ببریم بر. یعنی و امو درآمدی را که داریم یک میتونیم که آیسا پسنداز بکنیم چون در ما بسیار تشکر آقای سهل که در برنامه تشریف آوردین صبح خیلی خوب داشتیم همیشه هم موفق باشین سپاسگزار شما بیننده های عزیزم هستیم که بیننده این مرز بودین با امید دزی که شما هم جز از خانواده های باشین که یک مدیریت اقتصادی خیلی خوب در خانواده تان حاکم باشه و بدور از مشکلات اقتصادی زندگیتون در کانون گرم خانواده تان سفری کنید نیمه روز ادامه دارد و در قسمت از برنامه بیان برنامه آماده نشت از بعد برمیگردیم و قسمه که وعده داشتیم با شما عزیزا از طریق صفحه فیسبوک و برنامه لایف مییم صحبت های داریم در رابطه با پست که گذاشتیم منتظر نظریات و دیدگاه شما و همچنان کومنت هایتان در برنامه امروزی هستیم